سلام شاگرد عزیز، همتون خوب هستین؟ جور سلامت هستین؟ خواهیم دارستم که درس گذاشتان خوانده باشین و کار خانگیتان حل کرده باشین و چیزی که براتون گفتم که کار خانگیتان نوشته کنین اتمن کردین. شاگرد عزیزم، قسمی که درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما استاد عبدالحق بیتاب بود که گفتیم که استاد عبدالحق بیتاب کی بود؟ گفتیم که یک عالم و دانشمند بود که در علوم تفسیر و حدیث و قرآن کریم تدریس میکردن که در سن 30 سالگی معلم شدن و مقصد 50 سال عمر خود تدریس کردن که در می مکاتب های شهر کابل و پندونه های شهر کابل چی کردن؟ تدریس کردن. که شاگرد عزیز، درس امروز خود فعالیت های درس استاد عبدالحق بیتابه میخوانیم که صنف چهارم است، مضمون دری است و موضوع ملک الشعرا صوفی عبدالحق بیتاب است، فعالیت هایش. و همه قسم درس هفته هم است، صفحه 30 جلسه 30 است و صفحه 36 کتابتان است. خوش اگرده عزیز که امیدوار هستم که درس گذاشتتان به درستی فهمیده باشین که عبدالحق بیتاب کی بود و حالا چی میکنیم؟ فعالیت هایش برتان نشان میتم و تکرار میکنم که ببینید فعالیت های در فعالیت ها بر ما چی گفته. در صفحه 36 کتابتان ببینید که در اینجا یک چوکات است که چوکات به نام خداوند بزرگ و مهربان شروع میکنیم که در اینجا گفته که فعالیت ها گفته کار خانگی شاگردان را ببینید که کار خانگی را حتما انجام دادین. شاگرد عزیز میفهم، مطمئن هستم که شما شاگرد بسیار قندول هستین. و گفته که سوال دوم که متن را با آواز بلند بخوانید و لغت های مشکل را بر روی تخته نوشته کنید. قسمی که در درس گذشته هم برتان ما لغت ها را برتان گفته بودم که چی بود؟ متدین، دیندار، طائر، پرنده. که ما لغت ها مشکل درس بود که برتان چی کردم؟ بیرو نویس کردم و مطمئن هستم که شما حتما شاگرد عزیز قندول درس خواندین و یاد گرفتین، متن با آواز بلند حتما خواندین و شیرک من میفهم که از شیرک قوچی بود، حتما شما با شوق ذوق خواندین. گفته که درباره استاد بیتاب معلومات بیشتر ارائه نمایید. که قسمی که در درس گذشته هم برتان گفتم که استاد بیتاب در سال 1265 هجری شمسی تولد شده بودند که در شهر کجا تولد شده بودند؟ در شهر بارانه کابل که در اونجا تولد شدند و در سن 9 سالگی پدرشان وفات میکنه که نام پدرشان ملا عبدالاحد عطار میباشه و در سن 30 سالگی ایات میکنن مقام مقدس معلمی را کسب میکنن که 50 سال عمر خدا ایات میکنن تدریس میکنن. کدام چیزا را تدریس میکنن؟ علوم فقه، حدیث شریف و مطلب تفسیر قرآن کریم اینا تدریس میکنن و در این علوم هم چی دارن؟ مهارت زیاده دارن که در مکاتب های شهر کابل و پندونه های شهر کابل تدریس میکردن. کم قسم در 20 اوت 1347 هجری شمسی وفات کردند در سن 83 سالگی. خوش اگر در عزیز امیدوار هستم که در اینجا معلوماتتان داده باشیم و صحیح فهمیده باشیم و در سوال دیگه تان گفته که شعر را معنی کنید. که قسمی که برتان من شعر خواندم معنی کردم که گفتیم که با آمدن خود چی میشه؟ بهار میآید و همه قسم گل ها لاله‌زار میشه و گل ها درخت ها شکوفا میکنه و گل ها بسیار قشنگ میشه. که یعنی چی بود؟ معنای شعر بسیار زیاد برتان انجام دادم، معنای شعر برتان گفتم که همتان فهمیدین. در اینجا شاگرد عزیز ببینین که یک چوکات دیگه هست که در اینجا هم چند سوال نوشته شده که من برتان سوالش میخوانم و شما به دقت گوش میکنید. ببینین چوکات اول که برتان خواندم و چوکات دوم است که در اینجا گفته که فعالیت شاگردان، که یعنی شاگردان چقدر فعالیت انجام دادن. گفته شاگردان متن درس را بخوانند و به نوبت شعر را معنا کنند. قسمی که شما متن درس بتان هم قسم خوانده و شما هم مطمئن هستم که متن درس خواندین و شعر هم معنا کردین. در گروه های 5 نفری درباره استاد بیتاب مباحثه نماین. که قسمی که شما چی میکنین؟ چند تا دوستک ها یک جای میشین و درباره استاد بیتاب شما چی میکنین؟ کمی معلومات میتین و کمی معلومات با یکی دیگه شریک میسازین. و در سوال دیگه گفته اسمهای خاص را در متن نشان داده و بیرون نویس کنید. ببینید که قسمی که در متن برتان نشان دادم که اسم خاص چی بود؟ استاد عبدالحق بیتاب اسم خاص بود و در اینجا بارانه اسم خاص بود و دانشکده ادبیات چی بود؟ اسم خاص بود که برتان در درس نشان دادم و شما هم فهمیدین. سوال دیگه است که صورت درست نوشتن املای کلمه ها در کتابچه های خود بنویس و در املای درست آن حفظ کنید و در املای درست آن را دورش حلقه کنید. که در اینجا بینید شاگردان عزیز در
جمله تان سعی کن دیجه که چند کلمه نشته است که ما برتان بیرون نویس کردیم که نشان میتن برتان که کلمه چی است، حفاظت است، سرایت است و استفاده است. یه شاگرد عزیز دریجه ببینید که گفته املای درستش دریجه ببینید که حفاظت با چند طریق نشته شده، ببینید حفاظت، حفاظت، ببینید شاگرد عزیز و حفاظت، ببینید اینا لش اگر دیزیس ببینیم که کدام حفاظت خوب درست است املایش. ببینید در اینجا حفاظت عین، ف، الف، زواد و توی. ببینید که ای حفاظت درست است یا که ای حفاظت درست است. ببینید ه، ف، الف، زوی و ت. ببینید که ای حفاظت درست است یا که ای حفاظت درست است. ببینید ه، ف، الف، زوی، ت. ببینید کدام حرف حفاظت ما کدامش درست است؟ آیا حفاظت به های عین نوشته میشه، به هی نوشته میشه یا به هی چشمه؟ پس شاگردای عزیز ما چی است؟ حفاظت به هی نوشته میشه. پس ای چی است؟ درست است. املای درست ما حفاظت درست است. ببینید که به چی نوشته میشه؟ به هی نوشته میشه. در اینجا ببینید که شاگردای عزیز یک کلمه دیگه هست که سرایت. ببینید در اینجا سرایت به چی نوشته شده؟ در اینجا شاگرد عزیز ببینید که سه، ر، الف یا ت. ببینید سرایت در اینجا در حرف دیگه ایش ببینید چی رقم نوشته شده؟ سین، ر، الف یا ت. اما در اینجا ببینید که در اینجا چی رقم نوشته شده؟ ببینید شاگرد عزیز در اینجا نوشته است که سواد، ر، الف یا ت. پس الان ببینید شاگرد عزیز که سرایت کدام سرایت ما درست است؟ آیا سرایت ما به سواد نوشته میشه درست است؟ آیا سرایت ما به سین نوشته شده درست است؟ و یا سرایت ما به سه درست نوشته شده درست است؟ پس املای درست ما کدام کلمه است؟ املای درست ما کدام حرف است؟ به سین. ببینید شاگرد عزیز سرایت به چی نوشته میشه؟ به سین نوشته میشه. پس حرف درست ما چی است؟ املای درست ما به حرف سین است که به حرف سین درست نوشته میشه. در اینجا ببینید شاگرد عزیز یک کلمه دیگه هست استفاده. ببینید استفاده به چی نوشته شده در اینجا؟ در سواد. الف، سواد، ت، ف، الف، دال، اگردر. ببینید استفاده. در اینجا ببینید که استفاده باز به چی نوشته شده؟ الف، سین، ت، ف، الف، دال، اگردر. ببینید که به سین استفاده نوشته شده. اما در اینجا ببینید که استفاده به چی نوشته شده؟ الف، س، ت، ف، الف، دال، اگردک. پس ببینید شاگرد عزیز که به چند حرف نوشته شده؟ آیا کلمه درستش کدام است؟ ای استفاده درست است؟ ای استفاده درست است؟ یا که ای استفاده درست است شاگرد عزیز؟ ببینید حرف درست ما کدام است؟ ای است؟ یا که ای است؟ ببینید شاگرد عزیز استفاده به چی نوشته میشه؟ بله شاگرد عزیز استفاده به سین نوشته میشه. ببینید حرف کلمه درست ما چی است؟ ای است. ببینید که املای درست ما یعنی استفاده به چی نوشته میشه؟ به سین نوشته میشه. آفرین شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز که کلمه ها را گفتیم که امی کلمات که برتان گفته بودم در کجا بود؟ در ای آخر چوکاتتان بود که گفته بود املای درست از این کلمات شما چی کنین؟ بیرین نویس کنین که املای درستش چی بود که حفاظت، حفاظت، حفاظت. ببینین که ده عین نوشته شده بود، ده هی نوشته شده بود و ده هی چشمه نوشته شده بود که کلمه درستش چی است؟ به هی نوشته میشه. و دیگر سرایت بود که به سی نوشته شده بود، به سواد نوشته شده بود و به سین نوشته شده بود که سرایت به چی نوشته میشه؟ به سین نوشته میشه. و کلمه دیگهش استفاده بود. ببینیم که در اینجا کلمه دیگهش چی بود؟ استفاده بود که استفاده به سین، به سواد و به سی. پس ببینیم که املای درستش چی است؟ به سین نوشته میشه. خوش اگر عزیز در اینجا ببینید یک چوکات دیگه هم است که چوکات برتان میخوانم و شما با دقت گوش میکنین. گفته آیا شاگردان متن را خوانده و مفهوم شعر را آموختن؟ بله شاگرد عزیز خصمه که برتان متن خواندم و مفهوم شعر هم برتان گفتم که امیدوار هستم که همتان فهمیده باشین و فکر میکنم که شما شاگردای قندول بسیار لایق هستین، همتان فهمیدین.
آیا شاگردان توانستند درباره استاد بیتاب صحبت کنند؟ بله، قسمی که براتون گفتم که استاد بیتاب کی بود و در کدام سال تولد شده بود و در کدام سال وفات کرد و در کدام سال معلم شد و در کدام سال به معلمی ادامه داد و چند سال معلمی کرد. قسمی که شما براتون پیشتر درس پیشترم گفتم و پیشتر هم براتون گفتم که شما امیدوارستم که فهمیده باشین و انشاءالله که حتما فهمیدین. سوال دیگه گفته که آیا شاگردان صورت درست نوشتن املای کلمه ها را دانستند؟ اسم های خاص را مشخص کردن و از یاد گرفتن آن اظهار خوشی نمودن؟ بله شاگردان عزیز، قسمی که براتون کلمه های درست که پیشتر براتون هم گفتم که کدام کلمه های درست بود که سرایت ببینین که استفاده کلمه درستش چی بود و سین نوشته می شد که کلمه های درستش بود و ما قسم ببینین که سرایت و ببینین که گفتم که استفاده به چی نوشته می شه به سین و سرایت به چی نوشته می شه به سین و ما قسم حفاظت ببینین حفاظت به چی نوشته می شه بهی که قسمی که برتان حرفایی که بود که برتان گفتم که املای دقیقه و املای اصلیش چه قسم است، چه قسم نوشته میشه و بین شگرایز گفته که کلمات که درست نوشته کردین بیرون نویس میکنین و برش یک جمله میسازین که امی کلمات که حفاظت سرایت استفاده را شما چی میکنین بیرون نویس میکنین و برش یک جمله میسازین و گفته که از یاد گرفتن یعنی از یاد خواندن اظهار درس خوشی کردین یعنی وقتی که همه شما درس خواهین که خواندین و می پرندگه که گوچیره که خواندین شما آیا خوشحال شدین؟ آفرین شاگرد عزیز، و میفهم که بسیار خوشحال شدین به خاطر که چی بود؟ به خاطر که یک درس بسیار دلچسب بود، جالب و خوب بود، به خاطر که شما چی کردین؟ درس خواندین و شعر هم خواندین، که چرا که شعر که بسیار خوب بود. و ببینین در آخر در اینجا برتون چندان لغت داده شده که دو دانه لغت است که برتان یک دفعه دیگه هم خواندم، یک دفعه دیگه هم میخوانم که چی بود؟ لغت هایی که درستان بود که بیرون نویس کرده بودیم که متدین دیندار، متدین دیندار، متدین دیندار، تایر پرنده، تایر پرنده، تایر پرنده. خوش آگرده عزیز، این لغت ها رو شما چی میکرین؟ در کتابچه هایتون نوشته میکرین و برای جمله میسازین. و اما قسمی که برتان گفته بودم که استاد عبدالحق بیتاب کی بود که برتان یک بار دیگه هم تشریح میکنم، یک بار دیگه برتان هم میگم که شما چی کنین؟ خوب به یادتان باشه که استاد عبدالحق بیتاب یک عالم بسیار خوب بود، یعنی یک عالم دانشمند بود که شعرهای ادبی هم سروده بود و هم قسم در سال 1265 هجری شمسی متولد شده بودن در باران شهر کابل و در سن 9 سالگی که نام پدرشان مولا عبدالحق عطار بود که وفات کرده بود و در سن 30 سالگی یا مقام مقدس معلمی را کسب کردند که 50 سال مقام مقدسش یا چی کردند؟ سپری کردن که 50 سال یعنی از معلمیشان میگذشت که یعنی 50 سال معلم بودن و در کدام علوم فقه، حدیث و قرآن کریم یا چی میکردن؟ تدریس میکردن که استاد عبدالحق بیتاب در سال 1347 هجری شمسی که در 20 حوت 1347 هجری شمسی بود که وفات کردن و در او وقت 83 ساله بودن که وفات کردن. خب امیدوارستم که شاگردان عزیز درس فهمیده باشین که قسمه که براتون درس هم گفتم و درباره استاد عبدالحق بیتاب هم معلومات دادم و فعالیت های درس که است که براتون گفتم که در فعالیت چوکات اول چی نوشته شده بود و در چوکات دوم چی نوشته شده بود و فعالیت هایش هم انجام دادیم که در چوکات سوم هم براتون گفتم و کلمات که برتون گفتم که حفاظت بود، سرایت بود و استفاده بود که طریقه درست املای سرایت و استفاده و حفاظت هم برتون گفتم و فهماندم که چه قسم املای درستش کدام است و همه قسم لغت‌ها را هم برتون بیرون نویس کرده بودم برتون خواندم که این لغت‌ها را شما چی میگین در کتابچه‌تون نوشته بگیرین. خوش اگر به عزیز امیدوارستم که درس فایت های استاد بیتاب فهمیده باشین که صفحه 36 کتابتون بود و امیدوارستم که فعالیت ها رو به درستی انجام بدین و درس هایتان رو بخونین و کار خانگی انجام بدین که کار خانگی امروزتان چی است؟ کار خانگی متدین، دیندار، طاهر، پرنده. این دو لغت ها چی میکنین؟ جمله میسازین و متن درس ها شعر هم یک دفعه در کتابچه‌تان نوشته میکنین که به خاطر که املایتان خوب شود. شما را به علای پاک بی‌نیاز میسپارم. خدا حافظ.